اون روز که میبینه شاهد این بوده که چطور نیروهای سرکوب دارن مردم معترض رو سرکوب میکنن، بوق میزنه و اولش یه سری لباس شخصی با باتوم و چماق و زنجیر به ماشینش حمله میکنن و چند ثانیه بعد چند متر پایین تر با یه شلیک اینطور به قتل میرسوننش. خیلی خوش اومدی سرماز جون به این گفتگو در رابطه با گزارشت که در خصوص یحیی جاویدنام، یحیی رحیمی هست با هم صحبت میکنیم. ازت میخوام که در رابطه با اون روزی که این اتفاق، روز اتفاق قتل جاویدنام یحیی رحیمی صحبت کنی. چه اتفاقی در اون لحظه افتاد؟ خود یحیی در یعنی در حال انجام چه کاری بود و اون اتفاق چطوری افتاد؟ سلام عرض میکنم به تو، به همه بیننده های برنامه خوبت. این پرونده برای من خیلی عجیب بود کار کردن روش. من تو این مدت، یعنی بعد از شروع اعتراضات زن زندگی آزادی، در مورد خیلی از کسانی که جانشون رو در این راه از دست دادن کار کردم، چرا در مورد تناقضات پرونده ها و ادعاها و پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی میکنه و داده هایی که داریم. اما این پرونده خاص به دلیل اینکه ما شاهد به واسطه تلفن‌های هوشمند و کسانی که خودشون داشتن فیلم می‌گرفتن یا بقیه کسانی که توی صحنه بودن داشتن فیلم می‌گرفتن، ما شاهد مرگ، یعنی صحنه قتل چند نفر از معترضین بودیم. غزاله چالابی بود جزء کسایی که خیلی توی ذهن من بلده و یحیی رحیمی. من اون روز 16 مهر ماه رو یادم میاد که فیلم لحظه قتلش منتشر شد و نه فقط ما تو تحریریه ایران وایر، تقریبا تمامی سوشیال مدیا در توی حالت وحشت و ناباوری فرو رفت که یک مرد جوان فقط داشت تو ماشینش بوق میزد. یعنی این شاید مدنی ترین نوع و نحوه اعتراض به یک موضوعیه. و بعد صدای شلیک اومد و تصویری که ما میدیدیم پر خون شد. بعد خب اطلاعات بیشتری به مرور در اومد. من توی این مصاحبه که انجام شد فهمیدم که یه جوان 31 ساله بوده، کاشیکار، تازه 10 ماه بوده که ازدواج کرده، یه زمین کوچیکی خریده بوده و داشته خیلی سخت کار میکرده به امید اینکه بتونه اون زمین رو بسازه و زندگی مشترک مستقلش رو با همسرش آغاز کنه. اون روز هم داشته وسایلش رو میبرده محل کار جدیدش توی خیابون ششم بهمن ماه با معترضینی که در نیروی امنیتی داشتن سرکوبشون میکردن مواجه شده. به گفته اطرافیانش خیلی فرد ملیگرایی بوده، شدیدن مخالف جمهوری اسلامی بوده، ولی خب به دلیل شکل خاص زندگی و اینکه از سنین کم مجبور شده بوده به کار کردن، هیچ وقت فعالیتی که بشه بهش فعالیت سیاسی اطلاق کرد نداشته. اون روز که میبینه شاهد این بوده که چطور نیروهای سرکوب دارن مردم معترض رو سرکوب میکنن، بوق میزنه و اولش یه سری لباس شخصی با باتوم و چماق و زنجیر به ماشینش حمله میکنن و چند ثانیه بعد چند متر پایین تر با یه شلیک اینطور به قتل میرسوننش عملا. و واقعا یکی از دردناکترین این پرونده هایی که من فکر میکنم در مورد جان باختگان اعتراضات شهریور پارسال، شهریور و پاییز پارسال ما باش مواجه هستیم. درسته. توی گزارش اشاره کردی که پدرش 9 روز بعد از این اتفاق شکایتش رو ثبت میکنه، اما 9 ماه این پرونده مسکوت باقی میمونه و هیچ رسیدگی نسبت بهش انجام نمیشه. چه اتفاقی میفته؟ یعنی چرا این پرونده 9 ماه هیچ نوع رسیدگی درش انجام نمیشه و خانواده یحیی چطور پیگیری میکردن تو 9 ماه؟ ببین، یحیی مثل خیلی دیگه از جانباختگان این اعتراضات و جانباختگان اعتراضات دیگه، خانواده مجبور میشن که شبانه و بدون حضور دوستان و فامیل پیکرش رو دفن کنن. از همون لحظه دفن
که رئیس نیروی انتظامی آگاهی سنندج میاد و پدرش رو بغل میکنه، بهش میگه من متاسفم. تا مدت زمان طولانی با به تعویق انداختن پرونده با امروز و فردا کردن با عنوان اینکه قاضی نیست از یک طرف، و از طرف دیگه با تحت فشار قرار دادن خانواده. ببینید توی شهرهای کوچکتر خیلی روابط خیشاوندی بزرگتری کوچکتری ریش سفیدی حاکمه، و بارها و بارها طی 9 ماه از بخشدار ده آبا اجدادیشون گرفته تا رئیس بنیاد شهید سنندج سعی میکنه که خانواده رو تحت فشار بذاره، بهشون وعده بده که بپذیرند که یحیی توسط کمول دموکرات، معترضین، منافقین کشته شده، و وعده های مختلفی دادن. حتی بارها و بارها تهدید شدن خانواده با جان بقیه فرزندانشون رسما از این لفظ که اگر پیگیری و بیشتر پیگیری کنی این پرونده تو پسر دیگه هم ازت میگیریم. خانواده رو تهدید کردن تا یه جایی خانواده عقب نشینی بکنه، که البته من فکر میکنم اگر هم برای حفظ جان بقیه فرزندانشون عقب نشینی میکردند انتقادی به خانواده وارد نبود. حتی اجازه وکیل گرفتن رو هم ندادن. مراجعه کردم برای وکیل گرفتن و خیلی سریع وکلا رو نهادهای امنیتی تهدید میکردن و اون رو ترجیح میدادن که ورود نکنن به پرونده. اما این پدر خیلی خیلی با آرامش، با صبر، با حوصله و بدون عقب نشینی 9 ماه تلاش کرده تا به این پاسخ برسه، و این روی کردش به نظر من خیلی ارزشمنده که انقدر پافشاری کرده تا بتونه به نتیجه برسه. هرچند که توی مصاحبه هم تاکید داشتن که اونچه که میخوام بدونن اولا افشای هویت قاتله، براشون خیلی مهمه که هویت قاتل منتشر بشه، و بعد هم حتما درخواست مجازاتش رو دارن، با تاکید بر اینکه از نظرشون مجازات اعدام نیست، اما اینکه آدم ها نباید بتونن جان دیگران رو بگیرن و بعد به زندگی خودشون برگردن. اما اونچه که مهم بود به نظر من و ایشون هم روش تاکید داشت این بود که مسئله فقط فردی نیست که اون روز با اسلحه توی خیابون بود و شلیک کرد، مسئله نهادیه که به اون آدم اسلحه داده و بهش گفته برو تو خیابون معترض رو سرکوب کن. اون نهاد هم باید پاسخگوی رفتارش باشه. دقیقا خیلی درسته این نکته. و بعد از 9 ماه همونجور که خودت هم اشاره کردی و تو گزارش هم هست که گفتن قاضی پرونده گفتش که بله نیروهای نظامی خودمون بوده که به شلیک کرده، و اصولا اصلا همین که وارد این قضیه شدن که بخوان قتل رو به سمت خودشون مصادره کنن و یک جورایی یحیی رو به عنوان شهید حاکمیت معرفی کنن، نشون میده که متوجه قصور خودشون در این پرونده بودن. اگر که در نهایت امیدواریم که اثبات بشه جنایت جمهوری اسلامی، چقدر کمک میکنه به تلاشی که همه نهادها در این یک سال اخیر برای نشون دادن ابعاد گسترده جنایت جمهوری اسلامی در خصوص همه اتفاقاتی که تو این یک سال اخیر افتاده، چقدر میتونه کمک کننده باشه به این روند؟ ببین مستند شدن اگر که در نهایت، چون پرونده الان در دادگاه نظامی نیروهای مسلحه، ما نمیدونیم که چه روندی رو طی خواهد کرد، چقدر زمان خواهد برد، و آیا در نهایت فردی به عنوان قاتل معرفی خواهد شد و مجازات خواهد شد یا خیر. این خیلی مهمه که نام این فرد مشخص بشه، و از اون مهمتر هم چون که گفتم مهم اینه که بدونیم کدوم نهاد و چرا با چه توجیهی اسلحه دست احتمالا ضارب هم یک جوانی همسن و سال یحیی، اونم احتمالا مدت های طولانی مغزشویی شده، تو برنامه های مختلف بهش اینطور القا کردن که هر کس که میاد توی خیابون، حالا از طرف اسرائیل و آمریکا، و کسی حق نداره معترض باشه، معترضین آمریکا و اسرائیل بهشون پول دادن. ولی بله، من میفهمم که نامش باید منتشر بشه. نهادی که اون جوان رو به خیابون فرستاده و اسلحه دستش داده هم باید مشخص بشه، و اینا همه خیلی مهمه که مستند بشه. من نمیدونم چه مجازاتی خواهد داشت
فرد ضارب اگر پرونده به نتیجه برسه. اما فکر می‌کنم مهمترین چیزی که به جنبش دادخواهی ما در ایران کمک میکنه مستند شدن تک تک این جنایاته. مثلا اینکه ما تعداد بسیار کمی از پرونده هامون در نهایت به این مرحله میرسه که سیستم قضایی و سیستم امنیتی بپذیره که ضارب وابسته به خودشون بوده. اما وقتی که این اتفاق میفته یه برگ طلایی توی مسیر دادخواهی که اگر روزی تونستیم دادگاه های صالحه ای داشته باشیم برای بررسی جنایات جمهوری اسلامی بتونیم به این موارد استناد کنیم. امیدوارم خیلی زود به اون روز برسیم. ممنونم از حضور در برنامه.